به نام خداوند متعال و با عرض سلام، شما بیننده هر ساعت خبر از یک هستین. جنرال لایت جیمز آستن، فرمانده مرکزی نیروهای ناتو در افغانستان، در دیدار رئیس جمهور کرزی در مورد پیمان امنیتی میان افغانستان و آمریکا و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان پس از سال 2014 میلادی گفتگو کردند. دفتر ریاست جمهوری کشور در خبرنامه گفته است که جنرال لایت با قدردانی از پیشرفت نیروهای امنیتی افغانستان بر آموزش این نیروها پس از سال 2014 میلادی تاکید کرده است. خبرنامه افزوده است که رئیس جمهور کرزی در گفتگو با این جنرال آمریکایی خواستار ادامه همکاری های ایالات متحده با افغانستان و آموزش نیروهای امنیتی کشور پس از سال 2014 میلادی شده است. نهادهای جامعه مدنی افغانستان عصر دیروز در مراسم از درگذشت دکتر محمد سعید نیازی، فعال جامعه مدنی، گرامی داشت کردند. فعالان جامعه مدنی در سخنانشان سعید نیازی را شخصیت نستو، صادق و فعال در راستای خدمتگذاری به کشور و مردمش دانستند. او در یک رویداد ترافیکی در 13 ماه گذشته در شارع کابل جلال آباد چشم از جهان پوشید. فرید حمیدی از فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر با یادآوری از کارکردهای دکتر سعید نیازی از نهادهای جامعه مدنی خواست که با پاس خدمات نیازی خانواده وی را مورد حمایت قرار دهند. هر آنچه را که میتونند اختیار خود داشته باشند با پاس خدمات، آرزوها و آرمانایی که نیازی برای نهادهای مدنی داشت، خانوادهش باید مورد حمایت نهادهای مدنی قرار بگیره. نهادی را که با صد آرزو آرمان ساخته بود و به اون نهاد عشق می‌ورزید، ما فکر میکنم که هم به حمایت و پشتیبانی نهادهای مدنی ضرورت داره و نهادهای مدنی در این رابطه هم توجه بکنه. باشندگان چندین ناحیه در شهر کابل به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. این باشنده ها میگویند که از آغاز ماه رمضان تا کنون آب نل ندارند و یک تانکر آب را در بدل 1.5 هزار افغانی به دست می آورند. استفاده های غیرقانونی از آب نل، کاهش از 3 برابر آب های زیرزمینی و افزایش مصرف آب در فصل گرما از دلایل اند که به گفته مسئولان اداره آبرسانی سبب کمبود آب شده است. اما این معضل تا کمتر از 2 ماه آینده حل خواهد شد. باشندگان ناحیه های دوم، سوم، چهارم، هشتم و دهم شهر کابل از نبود روزانه آب نل در جریان ماه مبارک رمضان به سطوح آمدند. برخی از آنان میگویند که در هفته یک روز برای نیم تا یک ساعت بیشتر آب نل ندارند و به همین دلیل مجبورند یک تانکر آب غیر صحی را در بدل 1 تا 1.5 هزار افغانی به دست بیاورند. روزی که می نیم ساعت یا یک ساعت بسیار کمی کسی نمیتونه که مشکل خود به خوبی رفع کنه. میتر کشاندن جو پول خود میگیرن. دیگه 2 هفته 3 هفته است که بیخی با کلی او نیست. 2 هفته که بیخی منگه و بنگرید 2 هفته و که این در حال است که اداره آبرسانی کابل ظرفیت توزیع بیش از 50 هزار متر مکعب آب آشامیدنی صحی در روز را به باشندگان مناطق برنامه ریزی شده و غیر برنامه ریزی شده شهر کابل ندارد. مسئولان این نهاد از سرمایه گذاری دست کم 150 میلیون دلار در بخش آبرسانی شهر کابل سخن می‌دانند و می‌گویند که تا کمتر از 2 ماه آینده مشکل کمبود آب در مناطق برنامه ریزی شده حل خواهد شد. باغ و وسیل آب آشامیدنی کفایت نمی کنه که ما از آب آشامیدنی باغ آبیاری کنیم، یا مثلا تشنوایی که تشنوایی بدرفت است مثلا برای استفاده از سیستم کمود و دیگه پا ظرفیت گنجایش بالا را نداره که ما آب آشامیدنی بس هم به تشنوا استفاده کنیم. انشالله ما امیدوار هستیم که بتونیم در طی 1 تا 1.5 ماه یا آینده امی پروژه جدید به فعالیت بندازیم. تلاش ها و نگرانی ها درباره مشکل کمبود آب در پایتخت کشور در حال ابراز می شود که بر بنیاد گزارش ها بحران جدی کمبود و آلودگی آب تا 3 سال دیگر در شهر کابل پیش بینی شده است. با این حال مسئولان اداره آبرسانی کابل امیدوارند که با بهره برداری پروژه های بند آب شاه‌عروس و شاه‌توت در حومه شهر کابل و طرح ریزی پروژه های تازه با هزینه بیش از 500 میلیون دلار این معضل از میان برداشته خواهد شد. و در یک حمله انتحاری در عراق 8 پلیس کشته و 9 پلیس دیگر زخمی شدند. مقام‌های امنیتی عراق گفتند که انتحار کننده با استفاده از بم جاسازی شده در موتر حاملش کاروان پلیس در شمال عراق را دیروز مورد حمله قرار داد. این انفجار در شهرک توزخارماتا رخ داده است. این در حال است که بیش از 720 تن در رویدادهای خشونت‌بار در جریان ماه روان میلادی در عراق کشته شدند. از همراهیتان به خبرهای این ساعت سپاسگزار هستم. شاد، موفق و کامگار باشید.